محمود احمدی نژاد در مصاحبه با رادیو تلویزیون پرتغال بشار اسد را به دوری جستن از سرکوب معترضین و گشودن باب گفت و شنود با اپوزیسیون سوریه دعوت کرد. جمهوری اسلامی که سوریه را متحد استراتژیک خود میداند پیوسته این کشور را از اظهار نظرهای خود در مورد بهار عرب حذف میکرد و هم آوا با بشار اسد مدعی بود که ناآرامی‌های های سوریه ناشی از توته چینی آمریکا و اسرائیل برای براندازی حکومت اسد است امیر تاهری روزنامهنگار ایرانی در لندن در مورد این چرخش در سیاست خارجی ایران میگوید کشورها دوستان دائمی ندارند بلکه منافع دائمی دارند و حمایت ایران از اسد رژیمی که در هر حال رو به زوال هست به سود ایران به عنوان یک کشور نیست ولی متاسفانه ایران در حال حاضر دچار دو یک دوگانگی شخصیت یعنی دو ایران وجود داره یکی ایران به عنوان یک کشور و یک ملت و یکی ایران به عنوان تجسم یک انقلاب و یک مرام و مسلک که مرام و مسلک خمینیستی باشه این ایران دوم به عنوان تجسم خمینیزم همچنان با حمایت بشار ادامه میده و آقای خامنه ای رهبر شدیدن خواستار ادامه این حمایت است یعنی یک دوگانگی وجود داره در سیاست جمهوری اسلامی آقای خامنه ای از بشار اسد حمایت میکنه آقای احمدی نژاد داره سعی میکنه ازش فاصله بگیره برخی تحلیلگران معتقدند که تهران برای پیشگیری از بروز اعتراضات ضد دولتی نظیر آنچه در سوریه شاهدش هستیم در دو ماه اخیر سرکوب مدافعان حقوق بشر و اعضای اپوزیسیون را افزایش داده است علی رمضانپور روزنامه‌نگار دیگر ایرانی در لندن در مورد یک پیامد مشخص تحولات کنونی سوریه برای ایران میگوید تداوم اعتراضات در سوریه موقعیت سپاه پاسداران و حزب الله رو در سوریه و در ایران دگرگون میکنه و این تا حد زیادی برای نیروهای معترض در ایران یک دریچه امید باز میکنه برای اینکه معتقدن که, که سپاه پاسداران و حزب الله یک حامی و قدرت بزرگ خودش رو در منطقه از دست میده و این طبعا تاثیر خواهد گذاشت بر موقعیت آیت الله خامنه ای در ایران ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیروی قدس وابسته به سپاه را به کمک به سرویس های امنیتی سوریه برای اعمال خشونت نسبت به معترضین متهم کرده و تحریم های علیه آن برقرار ساختند. تهران هر گونه نقش خود در امور داخلی سوریه را رد کرده است.